قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV. تی خانمها و آقایان سلامی گرم و دوردی بی پایان بر تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا عزیزانی که این برنامه رو دارن از ایران میبینند در تمام ماه سپتامبر 2014 من تصمیم گرفتم که پیرنه با پیرنه زرد برنامه ها را اجرا بکنم و این به خاطر این هستش که هر این ماه در یکی از ارگانهایی هایی که خیریه هستند در ایالات متحده اعلام کردن که این ماه لباس های زرد نشان دنده جنگ با چاقی بچه ها باشه و بیدار بکنیم ملت رو که چاقی بچه ها الان یک مسئله بسیار زیادی داره میشه که بچه ها خیلی دارن چاق میشن مسائل دیابت پیدا کردن بچه ها مسائل کلسترول چربی خون پیدا کردن به خاطر اینکه بیشترشون توی پشت تلویزیون نشستن و بعد دارن بازی کامپیوتری انجام میدن مثلا اون جنب و کمی از بین رفته اگر که ما تشویق کنیم بچه ها رو که به بازی های مختلفی باز و داشته, داشته باشن تحرک داشته باشه بدنشون خیلی خوب میشه که جلوی چاقی بچه ها گرفته بشه سوال اولمون میگن که من گرین کارتم رو سال 2004 گرفتم و تا آخر سال 2015 اعتبار داره. نزدیک دو سال به صورت پارت تایم به آمریکا آمدم ولی پس از اون به دلیل بیماری مادرم و از ازدواج در ایران و ازدواج در ایران و مجددا بیماری همسرم که هر کدام نزدیک دو سال طول کشید نتونستم به آمریکا بیام. الان باردار هستم و میخوام مجددا به آمریکا بیام و بچه, 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 بچه هم رو در آمریکا به دنیا بیارم. و اگر بشه برای همسرم هم اقدام کنم البته میدونم تمامی این کارها میتونه با مشکلاتی همراه باشه بنابراین نیاز به وکیل در آمریکا دارم و خوشحال میشم من راهنمایی کنید اگر من در ایران باشم میتونم از طریق پر کردن فرم 130 و فرستادن او برای عموم در آمریکا برای همسرم اقدام بکنم بله میتونید که انجام بدید در فرودگاه هنگام ورود اگه گرین کارتم رو گرفتن آیا میتونم بچه‌ام رو باز در آمریکا به دنیا بیارم یعنی هنگام تولد نوزاد در بیمارستان اگه من گرین کار دا داشته باشم میتونم برای بچه هم شناسنامه آمریکایی بگیرم بله اگر که بچه شما در آمریکا به دنیا بیادش مسئله نیستش میتونه که شناسنامه آمریکایی داشته باشه بچه من 6 ماه دیگه اگه خدا بخواد به دنیا بیاد ان میتونم بیمه ای رو انتخاب کنم و با پرداخت پنج ماه حق بیمه بخشی از خرج زایمانم و از بیمه بگیرم در مورد این من اطلاع ندارم در مورد مسائل بیمه من اطلاعات ندارم و بهتر استش که با یه دونه مشاوره بیمه که در آمریکا هستن که بهش میگن که اینشورنس ایجنت با اونها صحبت بکنید آقای علیرضا میگن که 35 سالشون هستش 8 سال پیش پدر و مادرشون از طریق لوتوری اقدام کردن و وارد آمریکا شدن و گیرین کارتشون رو گرفتن الان در ایوا، در کالیفرنیا ایوان نمیکنن میکنن نمیکنن. میکنن یا در آیووا فارسی نوشتن الان در آیووا زندگی میکنن فرق نداره در جای آمریکا باشن در آمریکا در حدود دو تا دو سال و نیم دیگه هم سیتیزن میشن یک سال بعد از رفتن پدر و مادر من یک سال بعد رفتن پدر مادرم من ازدواج کردم و همسرم هم فوق لیسانس رشته عمران هست میخواستم بدونم با این شرایطی که گفتم اگر پدر مادر من بخوان برای مهاجرت من و همسرم اقدام کنن، باید چه مراحلی رو انجام بدن اول علی جان باید که سیتیزن بشن بعد از سیتیزن شدن برای شما و همسرتون اقدام بکنند بعد از اون ده سال تا دوازده سال طول میکشه گرین کارت شما حاضر بشه روی زمان بسیار زیادی هستش اگه بخوام از طریق ادامه تحصیل برای همسرم اقدام کنم سریعتر میتونم مهاجرت کنیم یا یعنی اینکه پدر مادرم واسه مهاجرت ما اقدام کنن اگه به از طریق همسرتون ویزا بگیرن و شما وارد آمریکا بشین خب تونتر که وارد آمریکا بشین مهاجرت نیستش ویزای تحصیلی هستش که ایشون باید مدرسه درس بخونن اگه پذیرش بگیرن و اگر هم که کنسول آمریکا بهشون ویزا بدن اتوماتیک نیستش اینکه که اف بی آی چک معمولا روی چه مسائلی ممکنه بیشتر گیر بده و میتونیم مهاجرت و اف بی آی به دلیل پرسیدم چون که یک پرونده نسبتا پرونده ها رو رد کنه نه پرونده ها رو رد نمیکنه داره اف بی آی به خاطر اینکه به خاطر اینکه خیلی مسائل هستش که چیز عادی هستش که همه رو چک میکنن و گیر هم نمیدن به اون گیری که شما حساب میکنید اگر که اشخاص توی لیست سیاه آمریکا نباشن کسی بهشون گیر نمیده فقط میخوان مطمئن باشن که اون اشخاصی که وارد آمریکا میشن برای امنیت ایالات متحده خطری نداشته باشن هادی میگه که 23 سالش هستش دیپلم ریاضی با معدل 18 و مدرسه دولتی سوالات من بر فرض اینه که من برنده لوتری بشم پس هنوز نشدی شما و, آ... و اینکه آیا توصیه میکنید که وارد آمریکا شوم در, در حد در حدود 120 تا 50 میلیون تومان پول دارم برای ورود به آمریکا چقدر پول لازم است از طریق گرین کارت سرمایه گذاری 500 تا اگه کسایی که گرین کارت لوتوری بگیرن 50 هزار دلاری که شما داری با خودشون بیارن میتونن که اینجا برای شروع زندگی خوب هستش برای ورود به آمریکا و ادامه تحصیل چقدر پول لازم است اگه با گرین کارت وارد شما بشید حتی اگه پولم نداشته باشید خیلی از مدارسی که شما بخواید برین بهتون وام بزو... یا دولت کمکتون میکنه یا اینکه وام تحصیلی بدون بهره هم بعضی وقتا میتونن بهتون بدن که بعد از فارغ و تحصیلیتون بتونید که اینجا رو... خ... اه... پولشو پس بریم و برای خرج خوراک و اینا که پرسیدی هادی جان در حدود همیشه من گفتم 3000 تا 5000 دلار ممکنه که ماهانه خرج باشه ولی بستگی به زندگی شما داره اگه شما مجرد هستی ممکنه که در حدود اگه که مجرد هستین شما یه در حدود 1000 1000 1500 2000 دلار من دیدم که ملت زندگی خیلی خوبی انجام میدن بستگی به زندگی شما داره آیا میتونم در کنار تحصیل هم کار بکنم یا خیر ام کسایی که بخوان که گرین کارتی باشن در کنار تحصیلشون همین میتونن که کار بکنن هیچ مسئله ای نیستش مدرک تافل رو احتیاج دارم برای اونجا و آیا شما خودتون بنده رو به عنوان کسی که بخواهد مثل در دفتر شما آبدارچی آبدارشی بشه دفتر شما شاید کار کند قبول میکنید یا خیر نه ما مثلا <تص> تو آمریکا این برنامه آبدارچی وجود ندارم که شما به پستنیات بود که حرف زدن کلمه استفاده کردین ولی که دفتر وکالت ما کسی رو استخدام نمیکنه از خارج از کشور به خاطر اینکه کار وکالت بیشتر باید نماد آمریکا بدونن ولی در مورد مدرک تافل احتیاج داری آره برای اینکه مدرک تافل احتیاج داشته باشی باید شما وارد آمریکا برای اینکه احتیاط برای دانشگاه بشی برای اوایل باید مدرک تافل رو داشته باشی بدین جهت من تشویقت میکنم که مدرک تافل تو بردار الان انگلیسی خوب بکن برای لوتوری که پیشنهاد دادی اقدام بکن ببین که شانست چه خواهد شد در آینده من و نامزدم اتفاقا اختلاف مذهبی داریم و نمیتونیم تو ایران ازدواج کنیم از طرفی نامزدم از طریق کار کارای آمریکاش داره درست میشه و میره آمریکا از طریق سازمانی که اقلیتها رو میبره میخواستم بدونم وقتی بعد از یک سال که گرین کارت گرفت با ویزای نامزدی منو میتونه برای یا خیر خیر ویزای نامزدی کسانی که گرین کارت دارن نمیتونن که با ویزای نامزدی شخصی رو بیارن بعد ازدواج کنن ایشون که گرین کارت گرفت میتونه که بعد در یک کشور سالسی مثل کشور اروپایی قوانینش رو بپرسین میتونن که اونجا با شما ازدواج کنن و بعد از اون سه سال طول میکشه که شما به عنوان همسر گرین کارتی وارد آمریکا بشوید سینا میگه که 24 سالشه از ایران فوق لیسانس مهندسی نفت گرایش مخازن <applause> معدل لیسانس تقریبا 16 فوق لیسانس 15 دوست دارم در یک رشته مدیریتی بخونم مثل ام آیا میتونم شما چی پیشنهاد میکنید من خیلی رشته های،, رشته های مدیریت رو دوست دارم آیا رشته مدیریت مرتبط به رشته نفت هم هستش آم و آ... و اینکه میتونم بورس شوم و اونجا بیام ببینید آیا سینا شما از نظر رشته ام خوبه در اینکه فقط برای نفت و در صنعت نفت اون فوکس داشته باشه و تمرکز داشته باشه من ندیدم ممکنه که باشه ولی کن ام رو میتونید شما بخونید اقدام بکنید براش چه ایران چه جای دیگه میتونید انجام بدید با ام بی ای و بگیری بورسیه گرفتن من زیاد ندیدم ام ها زیاد بورسیه نمیدن ولی کن میتونی که اقدام بکنید به دانشگاه مختلف شانس خودت رو امتحان بکنی ولی کن اگر که بخوای که آمریکا آیا شما از اونجا هم اطلاعاتی دارین در اروپا رو من اطلاعات ندارم آم که بهت بگم که چگونه این برنامه رو انجام بدی اگر که شما لیسانس فوق لیسانس تو یا دکتراتو در ایالات متحده بگیری بعد از اون میتونی که دنبال کارت یا در عین حال که داری در عین حال که داری درس میخونی بتونی که دنبال کارفرما باشی و بعد از درست بتونی که از اون کارفرما درخواست کنی که برات اقدام بکنه و یادت نره تو که پیدا کردن کارفرما باید باشه باید کارفرما داشته باشی تا بتونی که تا بتونی که گیرین کارتت رو اقدام بکنی به حساب کسایی که در آمریکا هستن که فوق لیسانس و دکتراشون رو دارن میگیرن در این حال در دنبال اشخاص دیگه هم میتونن باشن که یک نظری داشته باشن که چگونه میتونن که بعد از اینکه کار بکنن براشون اقدام بکنه شانست ممکنه که بالاتر باشه خانم سپیده میگه که 25 سالشه لیسانس مهندسی صنایع غذایی رو داره در ایران با نامزدم گلخانه اجاره کردیم که دنبال مجوزش هستیم که خود مجوزش سابقه کار است <applause> نامزدم لیسانس کشاورزی داره البته سربازی نرفته میخوایم برای چند سال آینده برنامه ریزی کنیم که مهاجرت کنیم در آمریکا چقدر به شغل کشاورزی اهمیت میدن به شغل کشاورزی در آمریکا بسیار اهمیت میدن حتی خود دولت هم کمک میکنه به کشاورزها کشاورزی که در آمریکا باشن اینو دقت بکنید نه در خارج از کشور سو سوال اینه که شما چگونه گرین کارتت رو بگیری که وارد آمریکا بشی وارد آمریکا بشی در ضمن اگر زوجی در آمریکا صاحب فرزندی شود به پدر و مادر آن اقامت شهروندی میدهند خیر آن زوج آن فرزند تا سن 21 سالگی نمیتونه که برای پدر و مادرش اقدام بکنه و خانم سپیده نمیدونم که چجوری شما میخواید گرین کارت بگیری بر حسب ب... سنتون بر حسب رشتتون که گفتین به نظر من پیدا کردن کارفرمایی که شما رو بخواد اینجا با آمریکا برای کشاورزی بیاره سخته از نظر خودتونم که بخواین که از طریق سرمایه گذاری اقدام بکنید که گرین کارت بگیرین در موردش اطلاع به من من نمیتونم که زیاد بهش نظر بدم اگر سال سوال بعدیمون خانم فرشته میکنن میگن که اگر شخصی با ویزای توریستی شیش ماه وارد ایالات متحده شود و پس از اتمام ویزا از آمریکا خارج نشود چه جریمه ای را باید متحمل شود و آیا از خاک آن کشور برای همیشه اخراج می یا خیر خانم فرشته. 6 ماه بهتون ویزا میدن از خارج بعد از اون میتونید که تمدید کنید برای شش ماه دیگه میتونید درخواست بکنید اتوماتیک نیستش یادتون نره به قوانین احترام بذارید اگر بعد از 6 ماه خارج نشی دولت حق داره دفعات بعد به ویزا نداد که وارد بشی یک دو در اینجا هم باشید چگونه میخوای گرین کارتتو بگیرید گیرین کارت نداشته باشی بهت اجازه کار نمیدن بهت ویزای کار نمیدن بهت به، به، به تصدیق رانندگی نمیدن حساب بانکی نمیتونی باز کنی هیچ کار نمیتونی کنی سوشال سکیوریتی که کارت ملی هستش و شماره ملی هستش بهت نمیدن هیچ کار نمیتونی بکنی حتی بگیم که تو کشور موندی اگه فرض کنی چی کار میخوای بکنی وقتی نه اجازه کار داری نه حساب بانکی داری هیچی چی نداری حتی, حتی به اجازه رانندگی هم بهت نمیدن رانندگی هم کنی پلیس بگیرت جریمه میکنه دفعه دوم سوم میتونه که بعضی از عیلت ها زندان بذاره شما رو و این مسئله شده که خیلی من زنگ میزنم و از من میپرسن و توضیحاتی که داده شده بعد شما دقت بکنید که دولت ایالات متحده علم رو اخراج میکنه در حقیقت 400 هزار نفر رو در سال پیش اخراج کرد از کشور به خاطر اینکه غیر بودن روی این حساب هیچ وقت برنامه نذارید که غیر قانونی در این کشور بمونید به هیچ عنوان این کار نکنید و تشویقتون نمی کنم که این کار رو بکنید بلکه خیلی هم مایوست می کنم که حتی در مورد مسئله فکر کنید به قوانین هر کشوری احترام بذارید برای اینکه آینده ای نخواهد داشت که بیای بمونی غیر قانونی و چی میشه فکر کنید در سوال <تص> بعدی ما رو فامیلیشون رو گفتن که من در تلویزیون نخواهم گفتش ولی از بدین که در موردش صحبت بکنیم آقایی هستند که متولد سال 43 متعهل دارای جلسه شمسی دارای دو فرزند پسر 19 ساله دانشجو و دختر 14 ساله محسل محسل دبیرستان این جانه فارغ تحصیل رشته مهندسی مکانیک و همسرم رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان. تخصص اصلی ایشون طراحی کارهای مختلف هستند که صنایع آشامیدنی هستند و در کشورهای مختلف هم ایشون کار کردن و سابقه کاری با اون کشورها رو دارند خدمات و پشتیبانی از کشورهای مکزیک و سوئیس و آلمان و ایتالیا خواهش من از اطلاع, اطلاع, اعلام فرمایید شانس من و خانواده‌ام به چه میزان است و چه از نو ویزایی میتونیم استفاده کنیم شانس شما اینه که فقط کارفرما در آمریکا پیدا کنید پیدا کردن کارفرما بسیار سخت هستش که بتونید که گرین کارت بگیرید و به نظر من از یک تا ده من به پرونده شما ممکنه که دو یا سه بدم و دو یا سه هم میدم به خاطر اینکه با کشورهای دیگه کار کردین و در مورد اون کشورها میدونید ممکنه که کمک بشه که با کمپانی آمریکایی که بتونید که دنبال کارفرما هستن دنبال کارمندی هستن که بفرستنشون کشورهای خارجی که در مورد با اون کشورها کار بکنن ممکنه که شانستون در اون مسئله بالا بره ولا به پروندهتون من یک میدادم در مورد روش سرمایه گذاری چگونه میتونم جهت ادامه کار در زمینه تخصصی خودم که ساخت و تولید می باشد اقدام بکنم شما میتونید که یک طرح توجیهی بنویسید طرح توجیهی رو به اداره مهاجرت آمریکا ارائه بدین که بگین که دولت آمریکا اگر که من گرین کارت دادی من میام این کارا رو انجام میدم اگر که به من گرین کارت دادی من میام که این برنامه رو انجام میدم که این در رشته خودم کار بکنم و به دین جهت شما میتونید که در اون زمان بتونید که به اقدام برای گرین کارت سرمایه گذاری بکنید و یه طرح توجیهی باید خوب باشه فیزیبلیتی استادی بهش میگن باید خوب باشه و حداقل شما باید 500 هزار دلار سرمایه گذاری کنی و یادت نره باید 10 تا کارمند در دو سال اول که وارد آمریکا میشی باید که ایجاد بکنی آیا این رشته شما این تجارت شما اون 500 هزار دلار سرمایه گذاری و ده تا کارمند رو ایجاد میکنه یا نه برای همین مسئله هستش که ایجاد شغل و ده تا کارمند شماره بسیار بالاییه برای شرکتی که دو سال اولش باشه و برای همین هستش که خیلی از اشخاصی از طریق سرمایه گذاری میخوان وارد آمریکا بشن با مراکز منطقه‌ای کار میکنن که اونها گرین کارت براشون میگیرن اونها هستن که ده تا کار باید ایجاد بکنن اونها هستن که باید حواسشون به سرمایه گذاری باشه و در عین حال هم اونها هستن که برای آینده اون بیزینس نگران هستن شما میتونید که با گرین کارتی که دارین در کنار اون کارهای خودتون انجام بدین هر جای آمریکا بخواین که زندگی بکنید میتونید زندگی بکنید و هر تجارتی کوچیک یا بزرگ میتونید که انجام بدید آیا اخذ ویزای توریستی جهت تکمیل تحقیقات و بررسی شرایط و بازار قبل از اقدام جهت ویزاهای دیگر امکان پذیر هست و آیا توصیه می شود یا خیر من جدا هم توصیه می کنم که کسایی که بخوان که برای اقامتشون فکر کنند ایالات متحده حتما با ویزای توریستی اقدام بکنند و بتونن که به آمریکا بیان چرا که نا. خیلی هم خوبه و این کار اگر که انجام بدن بسیار هم خوب هستش که میتونن که بیان تحقیق کنن ولی آیا به شما ویزا میدن یا نه نمیدونم اون دست کنسول ایالات متحده هستش ولی نظر بسیار عالیه که اشخاص بتونن که از اون طریق وارد آمریکا بشن و بتونن که در ایالات متحده حضور داشته باشن که ببینن که چه جوری اینجا اصلا دوست دارن ندارن نظر بسیار عالی هستش و این دوستان خیلی حواستون شما باید باشه که اگر که من به پرونده هایی از یک تا ده یک دو سه میدم به خاطر این هستش که نمیخوام شما زندگیتون خراب بشه و یکی از دلایلی که ملت خیلی از اشخاص برنامه های ز... و برنامه های منو در تلویزیون نگاه میکنن به خاطر همین برنامه هستش که من پیشنهادایی که به شما میدم اینه که نمیخوام ببینم که پولتون داره از بین میره نمیخوام برای خودتون سراب درست کنید و دوست دارم که حقایق رو بهتون بگم من خیلی ها ممکنه که از گفتن حقایق من ناراحت بشن چون که من چیزی نمیگم که شما دل دلتون میخواد بشنوید ولی به من اجازه بدین که من این کار رو ادامه بدم و این کار رو انجام بدم من برای که خیلی ها رو من دارم سعی می کنم که از اون رویا و یا اون مسائلی که تو فکر خودشون هستش که ساده ممکنه باشه یا یعنی اینکه اینجا جدا توی یالات متحده کشورهای خارجی جدا ساده هستش نیست و مهاجرت بسیار سخته برای خودتون نمیخوام شما سرابی درست کنید و در این مسائل مهاجرت اونقدر کلاهبرداری شیاط ها در کمین نشستن که ده هزار دلار هفت هزار دلار هشت هزار دلار پول شما رو بردارن و هیچ جا شما رو نرسونن و الان من دیدم که برای چیزایی توی ایران داره میادش که اشخاص میگن که چل هزار دلار پنجاه هزار دلار به من بده کار کارفرما پیدا, پیدا پیدا کنم و با گرین کارت بیارم ندین این پولا رو زندگیتون رو خراب نکنید نکنید ارزش نداره هیچ چیزی این چیزا به غیر از کلاهبرداری و شیادی نیستش هیچ کسی نمیتونه که اینجا اون کارفرماها رو برای شما پیدا بکنه که از شما هزار دلار بگیره و در حقیقت طبق قوانین ایالات متحده غیر قانونیه که کارفرما که مثلا میخوام کارمند به کارفرمای آمریکایی پولی بدهد یا اینکه خرجهای های پرونده رو بده که آن کارفرما برایش اقدام گرین کارت کنه غیر قانونی هستش حساب حواستون باشه گول نخورید و با دید باز در مورد مهاجرت فکر بکنید از اینکه وقتتون من دادین متشکرم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم برای شما ایزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV. تی